خب بازم ممنون از همه شما دوستان عزیز. همطور که گفتم بازم تکرار میکنم که واقعا خیلی سازنده و بناکننده است مشارکت شما در پاسخگویی به این سوالات. خب سوال این هستش که متی یک صحبت رو میکنه و میگه وقتی که مسیح آمد به ناصره، آنچه به زبان انبیا گفته شده بود تمام شد که به ناصری خوانده خواهد شد. اما کجای این سوال سخت هست؟ پرسش اینجاست که ما توی عهد عتیق هیچ پیشگویی رو نمیبینیم که بگه مسیح یا اون شخص موعودی که قرار بیاد به ناصری خوانده خواهد شد. خیلی پیشگویی در مورد مسیح هست و وقتی که نگاه میکنن نویسندگان عهد جدید به شخصیت و زندگی عیسی مسیح، متوجه میشن که مسیح بعضی از پیشگویی های توی زندگی خودش به تحقق رسونده، ولی این قسمت رو ما نمیبینیم. پرسش اینه که آیا متی اشتباه کرده یا آیا آیاتی توی عهد عتیق بوده ما گم کردیم؟ داستان از چه قراره؟ من فکر میکنم فقط یه خیلی سریع برگردیم به انجیل متی، انجیلی که نوشته شد برای یهودیان تا نشون بده. بیشتر وقتی انجیل متی رو در کل میخونیم میبینیم که بیشتر صحبت‌های متی در پیشگویی انبیای سابق هست و در پیشگویی این هست که مسیح همون شخص موعودیه که یهود منتظرش هست و هدف اصلیش این هست. بنابراین وقتی که یک متنی رو مثل این میخونیم که صحبت از این میشه که عیسی مسیح وقتی به ناصره اومد اون پیشگویی تحقق پیدا کرد، این صحبت یه صحبت اساسی میشه، برای اینکه تمام کادر کلی صحبت‌های متی اثبات مسیح از طریق در واقع یهودیت هست و اون شخص وعده داده شده. بنابراین این باعث میشه که خود بیشتر روی نایه فکر بکنیم که حالا چطور هست، اگر چون جاهای دیگه هم متی کد میکنه از عهد عتیق و جاهای دیگه همش توی مطابق عهد عتیق هست، شاید این تنها جاییه که به این شکل میگیم همچایی رو ما در عهد عتیق نداریم. من تا جایی که مطالعه کردم حتی در کنارش در کتاب در متون دیگه ای رو هم که در واقع الهامی نیستن ولی کنار متون دیگه متون کتاب مقدس هستن، توی اونها هم همچین آیه و همچین صحبتی نشده که مسیح ناصری خوانده خواهد شد. حالا میخوام یه خورده با هم صحبت بکنیم که اینو چطور درست بده. این بوده کتابا رو اول معرفی بکن، چون این آیه یکی از اون آیه های سختی هستش و احتیاج هست که ما نویسندگان مختلف و پژوهشگران دیگر رو هم مورد مطالعه قرار بدیم، چون لازمه پاسخ به این سوال لازمه دانش بیشتری از آنچه که در کتاب مقدس هست می باشد. ازم به خدمتتون چند کتابای مختلفی هست، من دو تاشو انتخاب کردم که بیارم، کتابای متفاوتی مطالعه کردم. برای همین انجیل متی، تفسیر انجیل متی آرتی فرانس هست که فکر می‌کنم معلم تو لندن تئولوژیکال سکول بوده یک زمانی. کتاب تفسیر بسیار عالی هست که انجیل متی رو مورد تفسیر قرار میده. این سری کتاب‌ها نویسنده‌های گوناگونی داره، حتما تشویق می‌کنم دوستان عزیز این رو بگیرن یا این سری کتاب‌ها رو بگیرن. کتاب دیگه‌ای که هست Word Biblical Commentary، این هم تفسیر انجیل متاش هست، دونالد هکنر نویسنده‌اش هست. اینم سری‌های خیلی عالی و تکنیکالی هستن که حتما تشویق می‌کنم دوستان عزیز این رو این سری‌ها رو اگر واقعا می‌خواید توی بخش تفسیر کتاب مقدس مهارت داشته باشین رو هم ابتدا بفرمایید. شما کتاب دیگه هم دارید؟ دو تا کتاب هست که من ازشون استفاده کردم، تا میدونم یکیش رو شما هم استفاده کردید ولی با فروتنه کنار گذاشتید که من معرفیش بکنم. کتاب جیمز مونتگومری بویز هست، در واقع والیوم یا جلد اول این کتاب در باب تفسیر انجیل متی هست. کتاب‌های تفسیری هست که عزیزانی مثل مونتگومری بویز نوشتن. و کتاب دیگه که منش استفاده کردم، شاید قبلا هم راجعش صحبت کردیم، کتاب تفسیر جان مک‌آرتور هست، از باب بازی یکی از جلدهایی که در باب تفسیر کتاب متی انجام دادن. البته خواهم گفت که هر بخشی که صحبت می‌کنیم از کدوم یکی از این کتاب‌ها هست اگر دوست دارید بهشون رجوع کنید، ولی از جان مک‌آرتور و از جیمز مونتگومری بویز هست صحبت. آرتی فرانس توی کتاب خودش میگه که واژه بلده یا شهر که توی کتاب مقدس اومده که به یونانی همون پلیس هست، متروپولیس، پلیس شهر، حتما به شهرهای بزرگ اطلاق نمیشه. هم به اورشلیم گفته میشد که نسبتا شهر بزرگتری بود، هم به یک شهرک کوچکی مثل ناصره. و میگفت که میگه که مطابق پژوهش ها و گفته های باستان شناسان، شهر ناصره یک جای بسیار کوچیکی بود که شاید حدود 480 نفر بیشتر جمعیت نداشت و در کنار شهرهای دیگه مثل صفوریه که توی 4 مایلی ناصره وجود داشت که شهری بود که هلنیستیک ها متمرکز بودن، یهودیانی که از جاهای مختلف می اومدن
از مثلا امپراتوری روم می اومدن اونجا اهمیتش رو از دست داده بود. توجه مردم بیشتر به شهرهایی بود که بزرگتر بودن و جمعیت‌هایی از جاهای دیگه به اونجا می‌مدن. بنابراین یک شهر خیلی گمنامی بود. صحبت آرتی فرانس، یعنی توی اوایل صحبتش اینجور شهر ناصر رو معرفی می‌کنه. و بعد حالا بعد از اینکه ما این رو مطالعه کردم، من به سه تا تفسیر متفاوت که یا شاید پژوهشگران و مفسرین سعی کردن وقتی که این آیه رو تفسیر کنن، شاید سه تا پاسخ متفاوت رو جدا از هم بهش رسیدن که دو تا از اینها روی اکثرا روی بازی با کلم معتقد هستن که متی اینجا داره با بازی واژگان میکنه و حالا میخوایم اینها رو با هم دیگه تفسیر بکنیم. میخواد قبل از اون سه تا فقط این نکته رو هم بگیم که شهر ناصره به لحاظ تاریخی توی عهد عتیق و توی نبوت‌هایی که قرار بود بشه وجود خارجی نداشت. تازه این شهر ناصره در اواخر عهد عتیق و نزدیک به زمان عیسی مسیح شهرک میشه. بنابراین این صحبتی که داره میکنه اصلا نمیتونست یک بحث تاریخی باشه، ولی الان تفسیری که خواهید کرد با هم بررسی میکنیم. فقط این نکته هم در مورد شهر ناصره بگید و بعد بفهمید نکات رو. عرضم به خدمتتون، من نمیدونم شما دوستان عزیز کدومی که از تفسیر رو بهش نگاه کردید. سه تا تفسیر متفاوت هست که من وقتی داشتم اینا رو مطالعه می‌کردم، تفسیر آخری رو که من بهش معتقد هستم رو با هم نگاه خواهیم کرد بعداً. ولی این تفاسیری که من خودم شخصا فکر می‌کنم پاسخ صحیح و درست و قانع کننده ای نباشه رو مطرح می‌کنم، حداقل یکیشو الان میگم. صحبت این گروه افراد که من اکثرا هر مفسر کلام رو نگاه کردم به اینم اشاره کردم و گفتن که این یکی از تفسیرات هست، میگه که بازی با واژگان رو اینجا متی ازش استفاده میکنه و میگه که اینجا که میگه مسیح به ناصری خوانده خواهد شد، نام نصر هنگام نوشتن اینایی توی ذهن داشت. یعنی متی توی این فکر بود که اسم، حالا بذار اینجا بگم، ما توی انجیل متی به یونانی نوشته شده و واژه ناصره یا به ناصری خیلی شبیه هست به واژه عبری شاخه که میشه نصر، یا اگه من تلفظش درست میگم، من مطمئن نیستم که تلفظش درسته، ولی خیلی واژه عبری شاخه که نصر میشه خیلی نزدیک به واژه یونانی ناصری که این واژه رو ما توی کتاب اشعیا باب 11 آیه 1 میخونیم که میگه و نهالی از تنه یسا بیرون آمده، شاخه ریشه هایش را شاخه ریشه هایش خواهد شگفت، شاخه و میگه که شاخه ای که او را به عنوان مسیح موعود میدونستن به زبان عبری نصر خوانده می شود. بنابراین اون چیز چنین انتظار داشت که خوانندگان کتابش هم آوایی واژه ناصری در زبان یونانی رو با واژه عبری نصر رو مشاهده بکنن. صحبت هم واضح هست. مشکلی که این تفسیر برای این تفسیر وجود داره این هستش که بسیاری از خوانندگان وقتی دارن انجیل متی رو به زبان یونانی میخونن با کتاب با عهد عتیق به زبان عبری آشنا نیستن، بنابراین واژه عبری نصر براشون یک چیز خیلی غریبی میبود. چطور شما میتونید واژه ناصری رو توی یونانی مطالعه بکنید و ناخودآگاه به یک زبانی که بهش آشنا نیستید این هماوایی رو، این ارتباط رو برقرار بکنید؟ متوجه صحبتتون هستی؟ من واضح بیان میکنم یا نه؟ نه درست میگید. یکی از مشکلات، یکی از معروفترین تفسیرها همین هست و بازم به خاطر اینکه وقتی برمیگردیم توی عهد عتیق آیه مشخصی برای شهر ناصره پیدا نمی‌کنیم، بنابراین و شهر ناصره گفتیم وجود خارجی نداشتن زمان، بنابراین یکی از تفسیرهایی که میکنن میگن این تفسیر به اسم شهر نبود بلکه این همون کلمه شاخه بوده و این به این معنیه که مسیح از شاخه داوود میاد و داره اشاره به اون نسب نامه میکنه که توی پیدایش هم ازش سخن میگه که مسیح خواهد اومد از نسل داوود، شخص موعود. و صحبت اینجا برمیگرده به این که این یک داره به نسب نامه مسیح اشاره میکنه و این شهر مسیح ناصری خواهد بود، یعنی مسیحی که از داوود خواهد اومد. این تفسیر بیشتر روی این تمرکز میکنه. میخواد داورانم بگی، چون منم رو تفسیر سومی که شما باش موافقه بیشتر مطالعه کردم، بعد اونو با هم بازش کنیم.